بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بحث در خطبه 113 نهج البلاغه بود. حضرت کمک ما میکنن که نگاهمون رو نسبت به دنیا و زوایایی که باید بر اساس اون زوایا دنیا رو نگاه کنیم رو تصحیح کنیم. انسانهای بزرگ اونها که خوب نگاه میکنن به دنیا، یعنی به اصطلاح کلیت شی رو میبینند نه جزئیات اون رو. مولوی که میگه تو اون داستان فیل در اتاق تاریک، میگه اگه صرف کل جزئی نگری منشأ اندیشه شما باشه، شما هرگز فیلا ندیدید، فقط میپندارید که اون چه دیدید فیل است. آن یکی دستش به خورتوم افتاد، گفت ناودانستش نهاد، گفت او را ناودانستش نهاد. خیلی هم خوشحال است که فیل ناودان است. آن یکی دستش بر پشتش رسید، آن برود چون تخت خود آمد پدید. خیلی هم خوشحال است که فیلا دیدم. چیه؟ تخت. خیلی دقت کنید، یه آفت بزرگی است که در شناخت انسان دوچارش میشه. میگه در کف هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. یعنی چرا؟ برای اینکه افق کلی رو آدم اگه دید، جزئیات رو در اون کل درست میبینه و نتیجه خیلی زیبایی میگیره. میگه چشم حس همچون کف دست دست و بس، نیست کف را بر همه آن دست رست، همطور که کف دست بر همه اون فیل دست رست نبود، نمیتونست به همه فیل دست رست پیدا کنه. چشم حسم مثل اونه، باید ساحت رو عوض کنی. خیلی تغییر زیبایی است. خود مولوی داره هوش را بگذار و وانگه هوش دار. ببینید، یعنی یه بکشی خودت در ساحت نگاه به ماده، برای کشف ماده حتما در حیرانی قرار میگیری. هوش را بگذار و وانگه هوش دار، گوش را بربند و وانگه گوش دار. یعنی چی؟ من یه مثال، حالا مثلا شما میدونید که اگه شما به عنوان یه همه، حالا که اینجایید، من و شما با همین نگاه ما، چشممون که مادیات هم میبینه، گوشمون که مادیات هم میشنوه، در این عالم سیر کنید، یعنی در عالم موجود هر چه برید فقط ماده است. یعنی اینجوری نیست که مثلا کهکشان ها یه جا تمام بشه، اونجا مثلا اون دیگه اینجا دنیا تموم شده، شما حالا میرسید به مجرد. اگر تمام زمان در اختیار شما باشه و در تمام زمان سیر کنید، هر چه برید ماده است. کی متوجه میشین که یه عالم دیگه هست؟ ساحتتون رو باید عوض کنید، منظرتون رو باید عوض کنید.
این جهان همچون درخت است ای کرام. خیلی عالی میگه، میگه یه درخت در نظر بگی عزیز من. ما برو چون میوه های نیم خام، میوه یک کال صفر میگیره درخت دیگه، چون جای دیگه نمیتونه بیابه. سخت گیرد خام ها مر شاخ را، چون که در خامی نشاید کاخ را. میوه کامو که نمیذارن تو بشقا ببرن پیش شاه، حتی منظور شاه تو در بحثای فلسفی یعنی مقام غیبی حاکم عرفانی. چون که در خامی نشاید شاه را کاخ را، چون به پخت و گشت شیرین لبگزان، سوز گیرد شاخ ها را بعد از آن. یعنی وقتی یه جای دیگه را جز این درخت حس کرد، شخصیتش طوری شد که میتونه در جای دیگه هم هویت داشته باشه، فعل میکنه این درخت ها. چون به پخت و گشیر این لبگزان، سوس گیرد شاخها را بعد از آن. بعد نتیجه که میخواه بگیره، میخواه همینو بگه، میگه این که ما صف میگیریم این دنیا را، نمیذاریم در منظر دیگه ای سیر کنیم، مال این است که خامیم. سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خون آشامی است. جنین تا جنینه از خب باید خون می آشامه، اگه اومد وسعت داد به خودش که بهتر از خون می آشامه. اولیای خدا ائمه معصومین دقیقا همین کمک ها به ما می کنن که ساحت ما را عوض کنن. خیلی هم کار اساسیه، یعنی شما تمام بعضن میشه تمام عبادات رو انجام بدی اما ساحتتون عوض نشی، بهره نمیبرید. امید داشته باشید و همت کنید که به کمک انوار اهل البیت علیهم السلام افق پیدا، یه چیزی دیگه است غیر این نگاه اولیه. دوباره مثالم عنایت داشته باشین، شما هر چه در دنیا با همین هویت جسمانی یا دنیایی برید که به یه جای بالاتر نمیرسید، که تا بی نهایت میرید. بی نهایت دنیا هم دنیاست، اما همین که اومدین بالاتر، مثال تن منو با من منو مقایسه کنید، شما چه موقعی متوجه من من میشید؟ وقتی بیشتر به تن من نگاه کنید، هرچی نگاه کنید محدوده ای من تن رو دارید میبینید، اما یه مرتبه منظره دونه که عوض کنید، نه یه منی دارید با من شما ارتباط پیدا میکنه. اینم میگن تغییر ساحت. با این دید ما اصلا امید این که دین کمک آدم ها بکنه و دین کمک اساسی بکنه اینه که انسان ها طالب این باشن که ساحتشون عوض شد. مرده بودم زنده شدم، یعنی وقتی که می فهمید که عجب اینجور نبودم، فکر نمی کردم تا اینجاها میشه وسعت پیدا کرد. حضرت اومدن اینجوری دنیا رو ترسیم کردن، دقت دادن که مثل یه بنای شکسته است، آبادش هم خرابه، مثل یک راهیست که به زودی به انتها میرسه، مثل یک توشه ایست که تموم میشه. و بعد که اینا به اصطلاح نهادینه کردن در افق دید ما، فرمودن که خب حالا بیان تو این دنیا به جای اینکه دنیا رو وصل پینه کنید، بیاید خودتون رو احیا کنید با انجام وظایفی که در این دنیا به عهدتون گذاشته. خیلی دقت
بعد فرمودند که حالا در این دنیا با این خصوصیات دنیایی که من نمیدونم چقدر شرح من کامل بود و کافی بود، وقتی میگم دنیا مثل یه بنای شکسته است، یکی حواسش باشه، نه منظور نیست که مثلا این اگه ساختمان رو محکم بسازیم نشکن میشه، مثل آدم است که پیر میشه، نمیشه که پیری رو از دنیا گرفت که جنسش است. به قول فیزیسیان ها اصل دوم ترمودینامیک اصل آنتروپی دیگه، جنس دنیا آنچنان است که به فرسایش آلوده است و گرفتار. یعنی نگاه باید یه نگاه کلی و وسیع اساسی باشه. آدم گرانیتا رو ببینه میگه نه خیلی سفت است، ولی وقتی یعنی نیاد نگاه به فیل رو بر اساس درکش در حد حسش ببینه، گول خورده است، ندیده است فیله را، باید ساحتش رو عوض کنه. ساحتش که عوض کرد کل فیله را میبینه، یعنی با نگاه جزوی نمیشه دنیا را دید، با یه نگاه دیگه که نگاه کردی که نگاه معصوم، خودم معصوم میگه نگاه کن. من خیلی دلم بخواد این مسئله روشن بشه. ببینید الان شما دارین منو میبینید، نگاه کنید دارم چی عرض میکنه، شما دارین منو میبینید، اما نوری که الان تو این اتاق هست که بر اساس این نور که به من افتاده منو میبینید، با این که میبینید دیدن خودتون رو نمیبینید، نمیبینید که دارین نور میبینید که منو میبینید. اما یه وقت من همین که من بگم نوری هست که منو ببینی، میگوید آره همه حرف هم اینجاست، اینا خوب عنایت بفرما. یعنی چه که امیرالمومنین میتونن به ما نگاه بدن؟ برای اینکه هست، مذکرم مثال من در حد همین ضعف مثاله. ببینید شما الانه که داشتید منو میدیدید نور بود تو این اتاق، با این نورم منو میدیدید، واسطه بین من و شما همین نور بود، اما متذکر نبودید. مثال البته حالا من میگم ببین آقا جان نور هست که منو میبینی، میگوید آره. این ببینید حالا این نور را با همون استعدادی که منو میبینید میبینید، یا اگه بخواید با اون استعداد ببینید میگوید کنون. خوب دقت کنید به این نکته دو. الان اگه یکی از من بپرسه کنون، من اینم چیکار کنم دستش؟ اگه بپرسه کو این ظرف، این بطری، میگم نه. اگه بگه کنون، در کنون من نمیتونم جوابشو با اون حیطه‌ای بدم که جزءها رو میدید، باید استعدادی که میتونه کلی نگر کنه در متذکر بشم، راحت میشم. یعنی من به این نمیتونم بگم خب آقا جان همینطور که این بطری رو میبینی نورم ببین، یه کنور من بطری رو میبینم اینها کنور. مشکل نگاه دینی آسونست و خیلی هم مشکل اینجاست که میگه باید تغییر بدی نگاهت را. نگاه جزئی میگه گرانی تو نمیدونم دلار و صندلی و این چیزا، نگاه کلی میگه که چی؟ میگه نه کل دنیا منزل قلقلعه است، لیست بدار نجعه، یک شایست که باید بری از این زاویه. یعنی اول ساحت رو عوض میکنه. من بارها به دوستان عرض کردم این که به ما توصیه شده است و توصیه فوق‌العاده دقیقی شده است که روایت بخونید. منظور روایت داره چه نهج البلاغه، چه اصول کافی، چه توحف العقول، اینا بهار، چون در روایت نوری به شما میده که ساحتتون عوض میشه، نگاهتون یه نگاه کلی میشه، نگاه از منظر معصوم خیلی فرق میکنه با نگاه بقیه. خب حالا ببینید، حالا تو اون نگاه
با اون استعدادی که کل میبینی میگم نور هست، میگوی آره، که حالا بحثش سخت میشه در خود بحث خطبه 114 دو سه جلسه رو این بحث شد. حالا دیگه ما اون بحث رو تکرار نکنیم، حتی جایی تکرار خیلی داره در کتاب مقام لیلت القدریه فاطمه زهرا سلام الله علیها. اون قسمت فاطمه راضی پیدا و ناپیدا ظاهرا جلسه سومش میشد تو ذهنمه، اونجا این بحث شد که یعنی چه مقام های غیبی و انسان های قدسی یه جور انکشافی دارن که انکشافشون عین چیه؟ حجاب است. یعنی شما این نور رو نگاه میکنی، خب نور از خودش داره خودش نشون میده، اما حالی که میخوایی نگاهش کنی ببینی میره، اگر بخوای نگاهش کنی مثل این بطری میره. یعنی در این اینکه ظهور عظمت نمایش پاکی درخشانی که در فاطمه زهرا سلام الله علیها هست اصلا جای دیگه نیست، ولی کی میبینه؟ اون کسی که بلده است ذوات مقدسه را ببینه. ذوات مقدسه دیدن یه استعداد خود همه هم داریم، چی میتونه تقویتش کنه؟ روایت. یکی شما امتحان کنی مثلا بیان دستورای اخلاقی عادی را نمیدونم این چیزایی که میگن افراد عادی مثلا کنفسیوس و اینا را بخونید، با اینکه ما احترام برای اونا قائلیم، بعد بیاید روایی مثلا ارسطو را بخونید، به خصوص ارسطو بسیار بحثای خوبی راجع به اخلاق داره، بعد میاد روایت میخونی خودتون میفهمی یه جور دیگه میشی. چرا؟ برای اینکه در روایت یه نوری به آدم دیگه ساحت آدم عوض میشه، کلی میبینه جهانی رو با منظر بیرون از این الفاظ و کلمات و نمیدونم استعدادهای جزئیه میبینه. حضرت بر این اساس دارن نگاه میکنن به عالم و فرمودن چی؟ فما خیر و دارن تنقض و نقضل بنا و عمرن یفنا فیها فنا از زاد و مدتن تنقط و انقطاع از سید. چه چیزی در دنیای هست که چون بنای شکسته و عمر دارای عمریست چون زاد و توشه به انتها رسیده و جاده ایست که انتها دارد. این که حالا که فهمیدی دنیا از این منظر اینه، فرمودن چی؟ خب حالا باید در دل این دنیا وظایف دینی رو انجام بدی. بعد فرمودن حالا وقتی بخوای در این دستگاه موفق بشی و اسم او دعوت الموت، خیلی منظم نظم فوق‌العاده‌ای داره سخن معصوم، اصلا نمیشه مقایسه کرد با یه نظم ریاضی اون جلسه عرض کردم یا با نظم فلسفی، فوق‌العاده ظریف و لطیف است نظمش. ببینید حالا این سیر رو نگاه کنید، میگه حالا که متوجه شدی میخوای عبادات انجام بدی، با یه مشکل روبرو، خطورات دغدغه‌های دنیایی وسوسه ها نمیذاره سیر کنی، یه وقت اصلا نمیخوای سیر کنی. اون بحثش ده. حضرت کمک کردن به آدم که وقت سیر است، تو نمیتونی به این دنیا دل خوش باشی، حالا باید سیر کنی. سیرم که فقط با عبادات حقه حقیقی الهی محقق میشه. حالا میخوای سیر کنی، نمیتونی، چه کار کن؟ و اسم او دعوت الموت، مرگ را بفهمون به خودت. ما عرض میکنم نمیمونیم زیاد روش، جای دیگه باید مفصل تر بحث بشه، انشاءالله بحث معاد خدا توفیق بده مفصل بحث میشه. ولی میفرماد که وسم او و اسم او دعوت المات آزانکم قبل ان یدعا بکن، قبل از اینکه بقابت تو را بگیره تو را بفهمون به خودت مرد را. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ که سیر محقق میشه. نتیجه چی میشه؟ حالا جمله حضرت ادامه بدید. نتیجه چی میشه؟ که ان الزاهدین فی الدنیا تبکی قلوبهم و ان زهکو و یشتد حزنهم و ان فرحوا
میشه زاهد فی الدنیا. زاهد فی الدنیا یعنی چی؟ سه تا فصل داره میخونیم، اما حالا یعنی کسی که دنیا نمی رو بایدش، یعنی دنیا نمیتونه عمق قلب این را به شادی بکشوند. اصلا این حرف ها رو ما تو دین نداریم که اگه آدم دنیایی در اختیارش است که میتونه استفاده برای خودش و بقیه بکنه نکنه، اینا حرفه. نه، زهد داریم، یعنی دنیا مقصد و مقصود نمیشه. میگه خود وجود مقدس امیرالمومنین وقتی شهید شدن دنیا نداشتن، نه وضعشون بد نبوده، به فقیر رو میرسیم بد نبوده. خب اومده سالا میرسیم آخر همین فراز هست که چی؟ با ممکنه حتی مردم عادی قبطه اینا بخورن به ما رزقو، به جهت اینکه خوب از وضعش رزق خوبی بهش رسیده، ولی این که دنبال اینا نیست، این گوشش بدهکار این حرفا نیست. پس با حوصله بحث دنبال کنیم، چون ما گاهی شیطان مزاحممون میشه، یعنی نمیذاره مطلب برسه، میاد شما خودتون باید بزنید تو سرش بنددشون بر میاد که خب پس یعنی این که مثلا ما بریم یه گوشه بشینیم ما کار نکنیم. چی اینا میگه؟ کدوم امامی سیره و سیرش اینجوری بوده است؟ پس معلومه از این میخواد نگذاره مسئله روشن بشه، نمیذاره نور را ببینیم. یا کنور، ولی وقتی ما بگم که آخه ما میخوایم از یه موضع دیگه ببینیم، اون خونسا میشه که بحثش جای خودش باید بشه. ما خیلی دلم میخواد شما متن را نگاه کنیم، که ما از دوستانم خواهش کردیم متن در اختیار دوستان بذاره، و بازم خواهش میکنیم که همیشه این متن یه مقداری تکثیر آماده داشته باشن، چون بعضی ها جدید میان متن ندارن، بعضی هم یادشون میره بیارن، طور نیست؟ بازم اونام که یادشون میره دوباره بهشون بدن، یعنی اینقدر هست الحمدلله وسعت که شما یه ورق متن داشته باشیم. ما در یه روایت داریم که مفتوح آیه قرآنه، میفرماد هیچ چیزی شیطان را اذیت نمی کند الا اینکه وقتی میخواید قرآن بخونید حتی اگه حفظید رو آیه نگاه کنید. یه قاعده مفصله، نه برای اینکه بلد باشید، قدرت کنترل ذهن رو زیاد میکند، انتقال سریع‌تر انجام میشه. چرا میفرماد برو به خانه کعبه نگاه کن؟ خانه کعبه باطن داره، باطنش بیت المعموره، سریع منتقل میشی. اینجا هم همینطور متن نگاه کنین تا انشاءالله اون نتیجهی که خود این خطبه میخواد به ما بده را ما ازش فاصله زیاد نداشته باشیم. حضرت میفرماد خب حالا که تو به فهموندی به قلب و اندیشت مرگ را، به همون معنایی که مختصراً اون جلسه بحث شد، فرمود خب به مقام زهد میرسی. زهد چه مقامی است؟ خودشون ترسیم میکنن، ان الزاهدین فی الدنیا، اونهایی که رغبت به دنیاشون از بین میره و کم میشه، تبکی قلوبهم و انزهکو، قلبشون عشق ریزانه، قلبشون اون نشاط رو نسبت به دنیا نداده، هرچند که به ظاهر شادند و خندانند. ادامه داره، سه قسمت اسم میخونم انشاءالله برمیگم. و یشتد حزنهم و انفره، و غمشون شدید است، هرچند که به ظاهر خوشحالند شادند. و یکسر مقتهم انفسهم و این اقتبتو به ما روزه خون، و شدیدن نسبت به خودشون بدبینن، خشم دارن نسبت به خودشون، هرچند که اینقدر زندگیشون به ظاهر در رفاه هست که بقیه حسرتشون رو بخورن، قبطه حسرتشون رو بخورن که چقدر خوششون نیست. بابا کی خوششه؟ تو کجا درک کردی اینا؟ نمونهشو داشتیم دیگه در تاریخ معاصر، یه مرد بزرگی شاخ دیو 2500 ساله شاهنشاهی رو شکسته است،
حالا داره بر میگرده میاد تو کشورش بعد از 14 سال تبعید. خب ظاهرا خیلی حرف توش بود، خبرنگاره گفت چه آقا چه حالی داری؟ هیچی. یعنی از چه یعنی واقعا هیچی؟ یعنی چی؟ چیزی نشده است، نه چیزی بوده است، نه چیزی شده است، هیچ. این خوشی در قلب ها عاریتی است، زیر زینت مایه بی زینتی است. نمیدونی این که میشاد، این شادی ها مال این نیست که غم هست. دیدین میگه که این زینت ها، زینت ها مال این نیست که زشتی ها قایم بشه دیگه. قاعده از پیچیده است، اگه شد بحث میکنی. زیر زینت این خنده ها همیشه به جهت فرار از گریه هاییست که بعد از این خنده ها میرسد، هیچ راهی هم برای فرارش نیست. حالا حد شد بحث. اینجا حضرت میفرماد که این اهل زهد، ببینید داره زهد چطوری ترسیم میکنه. با میگه اصلا بحث نداشتن و فعال نبودن در نظام اقتصادی نیست. میگه اینا زاهدان کسانی هستند که نسبت به خودشون شدیداً بدبینن، حتی هم ازشون خوب است. اینها مواظبن که این مشنگی تعبیر قرآن چیه؟ فرهین، به معنای اینایی که وقتی راه میرن با دومشون گردو میشکنن، که اینا مال اهل سلوک واقعی نیست. این زاهدان، زاهدانی که در تعبیر قرآن هست، غیر زاهدانی است که بعدن یواش یواش عرف شده تو جامعه و امثال حافظ استفاده میکنه، طور نیست. اما یادتون باشه تو فرهنگ قرآنی امیرالمومنین ما میگم زاهد. قبول دارم که گاهی با قیافه این زهد مصنوعی خیلی تحجر و تعصب ایجاد میکنه، یعنی حرف حافظم قبول داریم، اما واژه گاهی یه معنا نمیدید. حضرت میفرمان که اینا به یه مرحله میرسن که اینا غم قربت براشون شروع میشه. بشنو از نی چون شکایت میکنه، اینجور بخونید، از جدائی ها حکایت میکنه. این مقام قربه، مقام قربت هست، یکی از عالی ترین مراحلی که نصیب انسان میشه، همونه که دنیا میشه سجن مومن. حضرت امام حسن فرمودن مومن به جایی میرسه که دنیا میشه سجنش، سجن المومن میشه. برای همه که نیست که، یعنی این افقش رفته از جای دیگه، این قلبش در سکینه و آرامشی است مناسب عالم غیب. مر صفیهان را رو باید هر هوا، زن که نبودشان گرانی قوا. دیدین بعضی ها را همیشه خندوندهشون قاه قاه میخندن، بعد همچه قصه میخورن که هیچ کس اون قبل قصه نمیخوره. بچه ها را دیدین همچی گریه میکنه تایی قلبش، که انگار که از آن گاهی ما آرزمون است یه ذره مثل اینا برای خدا گریه کنیم، برای خوف خدا. اصلا نمیشه، تایی اون عمق جانش گریه میکنه که چرا حالا آب نبات چوبی شکست. بعد هم میخندید، همچی میخندن مثلا سر هیچ، برای این که مثلا یهو این سنگ از رو بذارن که بذارن از رو 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 این بچه است دیگه. حالا آدم بزرگای که اینجور بشن، بعد اینا قلبشون عرصه حوادث سوزناک بیجا و شادیهای بیجاست. مر صفیهان را رو باید هر هوا، هم تو متزلزل. اهل زهد درست عکسش اومده است، نظام شاهنشاهی را اینجوری به این زیبایی داره سرنگون میکنه. هیچ از نه الحمدلله خیلی شادم و نمیدونم ما علت موفقیت آدم هرس میخوره از دست بعدی. میاد یارو مثلا تو ریاضیات، حالا تو المپیاد اول شده، بسید آقا علت موفقیت شما چیه؟ راست یه واجهاش خودش هم براش جوهش نکنه من موفق شدم. بابا خب نه میتونی بگوی آقا تو شد که تو ریا، آخه چی موفق شدی؟ چی موفق؟ بگه اینا رقص آنجا کن که خود را بشکنی، پنبه شهوت سبلت برکنی، رقص و شادی در دم میدان کنم، چون رهن از نقص خود کف میزنم. یعنی کی باید کف بزنه؟ چون رهن از نفس خود دف میزنم.
مثلا شادی مال یه جای دیگه است، غم مال یه جای دیگه است. قصه میخوری که چی؟ برای این که خب خدا بی محلیم کرده است. شادی برای این که چی؟ نه حالا محلم باشه. آخه مقصد باید مشخص باشه تا شادی و غمم مشخص باشه. مقصد حقیقی حق است. هر کس شادی و غمش نسبت به حق باید بسنجه. حالا ببینید زاهد، انسان زاهد مفته تو این شرایط، اینه که دیگه نمیشه اینجوری خوشحالش کرد، که خیلی تعبیر عالی است. ان الزاهدین فی الدنیا تبکی قلوبهم ان زهقوا. حالا نمیدونم شما هم دیدید بعضی موقع ما به حمدالله بعضی از عزیزان بزرگ را که دیدیم واقعا به لطف الهی اصلا نمیشه اینا را ته دلشون را جنبوند، هیچ حادثه اینا را نمی جنبوند. حضرت یه جمعی فرمان به پسرشون تزول الجبال لا تزول، کوها به لرزن اینا نمیدن که نمیشه، اینا که به این زادی نمیشه چنگولشون کرد، اینا به استواری عالم بقا هست. اینه که میفرماد که قلبشون دلواپس هست، تبکی را در مقابل زهکو آورده است. یعنی این قلب قلبی نیست که بشه حتی که خنده لبش اومد این رو به اون نشاط شما حساب کنید، غم و شادیشو در جای دیگه تدوین کرده است و شکل داده است. میگه ان الزاهدین، زاهدها کسایی نیستن که اگه شما خندانشون دیدید فکر کنید این قلبم خندان است، نه، اینا در مقام احساس قربت هم همش دنبال اینن که روزی رو خش ببینم و تقدیم وی کنم، روزی رو خش ببینم و تقدیم بکن. این حالت را حیف از دست بدیم. من میخوام برم بحث ادامه بدم، ولی هنوز حس میکنم که لااقل به قول بزرگان میگن متذکرش شدن شروعش است. یعنی اگه شما متذکر این شدین که یه همچه احوالاتی برای انسانها هست که اینها قلبشون در یک حالت خاصی است که دائم احساس میکنن که مالشون در عالم غیب است، جاشون اونجاست، این دنیا رو در حالت قربت قبول کردن، اینا تبعیدیای این عالم هست. چون به شجره ممنوع نزدیک شدن، همم نزدیک شدن، گفتن قل چی نه به تو منها، فعلا بیاد اینجا، اما فعمایت ینکم منی خودن، یه هدایت میاد که در این هدایت میگه آقا آسمان غیب رو نگاه کن، فلا خافون علیهم ولا هم یحزنون. دیگه اینا رو میفرماد اگه شما حالا که اومدین رو زمین نظرتون به آسمان بود و این تبعیت کنید هدی هدایت منا، دلواپس نباشین. پس معلومه دلواپسند که خب ما اینجا چی کار داریم، افق ما وسیع تر از این دنیاست. فرماد به مقام استقرار میرسند، اینها را دیگه نمیشه تکونشون داد. این واژه حکیم، حکیم به معنای واقعی میدونی که معنیش همه حکیم یعنی کسی که محکمه، کسی که استحکام داره. هر فیلسوف حکیم نیست، این حرفا یعنی ما حکمت را برای انبیا قبول داریم و اینقدر که عرفان را حکمت میدونیم فلسفه را حکمت نمیدونیم. فلسفه میتونه مقدمه ی حکمت باشه، ولی بفذاتهی معلوم نیست حکمت بشه، کار میبره. الا این که عرض کردم فلسفهی باشه که مثل حکمت متعالیه، در واقع دیگه اصلا نمیشه گفت فلسفه است، نظر به مقام غیبی داره. حالا بحث ممکنه طول بکشه، همش رو نتونیم بگیم. ادامه بحث ببینید. و یشتد حزنهم و انفره، اینا حزنشون شدید است، هرچند که شادم. خیلی تعبیر عجیبی است، انسان های اینجوری واقعا چقدر موفق هست. میاد با شما احوال پرسی میکنه، از بقال سر محل چیز میخرد، نشاط دارد، به احوالت چطوری، مشکل هستن چطوری، چند تا بچه داری، با هم میگن میخندن با، اما
اگه یک نقشش رو زمینه، نقشی که با همه اختلاط میکنه، آن یکی نقشش نشسته بر زمین، وان دگر نقشش چومه، آن یکی نقشش نشسته در جهان، آن یکی نقشش چومه در آسمان. مقام محمدی صلوات الله. این دهان گویا با شخص جلیس، وان دگر داره حرف میزنه با جلیس دیگه، اون دیگر در گفتار ذهنم نیست، با رب انیس، با پروردگارش انس داره. این مقام عجیبه. میگه در ظاهر جسد با شما اختلاط میکنه، اما نمیذاره دلش غم قربت ازش بره، قربت از مقام اصلیش. میگه خب شما میگون من چطوری نمی دست بیارم؟ حضرت میگه من که راهش گفتم، دنیا رو درست ببین، یک عبادات دو انجام بده خوب، دو بفهمان به خودت مرگ را قبل از این که بیاد سراغ، سه میشه مقام زاهد. وقتی شدی مقام زاهد و یشتد و حزنه، حزنشون شدیده. خیلی قشنگ است این حرف، نمیتونم بگم درست. نمونش رو عرض میکنم، وجود مقدس اولیا رو ببینید. خب اومدن تو مسجد، دارن با احوالات با عمه میکنن، اما میبینی که مثلا با جبرائیل دارن سخن میکنن تو اون عالمه. جمع اینا میگه بهش میگن عارف. میدونی که دو نوع عارف داریم، عارف یک چشمی داریم، عارف دو چشمی. عارف یک چشمی غیبا میبینه، واقعا دنیا رو نمیبینه، این مقام جمع نیست، این عارف نپخته است، نیمه کار است. عارف دو چشمی مقام جمع است، کاری از کاری بازش نمیداره. مثل خود خدا رو دیدیم، خدا مردان به خدایی خدا میتونن خدایی بشن، کاری از کاری بازش نمیداره. یعنی در عین این که دارد با شما اختلاط میکنه، این یکی پایش در صف ثواب، یه پاش توی مسجد تو صفه، اون یه پاش در ماورای این عالم داره سیر میکنه. این نمیگن مقام جمع، یعنی و این فرهو، در این که شاده است، این شادی شاده این نیست که قلبش رو بدوزه. وقت شما حالا همینجا داشتم قبل از این که بیام اینجا راجع به این فرمایش حضرت فکر کردم، گفتم چقدر فرق است بین فرهنگ مثلا غربی که میگه آقا یه چیزی نگو از شادی در آی، یعنی این شادی سطحی بزک کرده مرده را همچی گرفته که اصلا میخواه ازش در نیاد. وقت شما حساب کنید اولیای خدا چقدر با اون حزن شدید خوشنده دارن عالم رو جلوی خودشون، پرده هاشو پس میزنن، به انکشاف میرسن. سه تا شد گفتیم زاهدین سه خصوصیت دارن. من ممکنه برگردم رو بحث و یک سرمقتهم انفسه، این دیگه خیلی عجیبه. هی ببینین حرفو عمیق ترش کردن. مقت همون یعنی خشم و کینه دیگه، میگن نسبت به خودش بدبینست. یک سر و مقت هم بسیار نسبت به خودش بدبینست و دشمن خودشه. و اینق تبتو به ما رزقو، هرچند که به ظاهر بقیه حسرتش میخورن که چقدر وضعش خوبه، میگه این نمیذاره نفسش پر رو بشه. خودم میگه که خوشا به حالش، مثلا با هواپیما این ور اون ور میره، نمیدونم همه احترامش میذارن. فرمود نه، این ور قضیه رو تو داری میبینی، یه ور قضیه این اهل زهد دارن، اگه به ضرورت باید با هواپیما بره میره، اما همچی با این نفسش بده که نمیذاره به دهنش طعم کنی. در روایت داریم، روایت رو من در شرح حال بقیه شنیدم، بعد اتفاقا روایت در شأن امیرالمومنین دیدم که حضرت در زمان حکومتشون
میفرمان که خب در یکی از روزا دلشون کباب و نان گرم خلاصه میخواد، همینطور نگر میدارن دل بخواد بی خود میخواد. بعد تو یکی از روزا که روزن با امام حسین با امام حسن در میون میذارن که حالا دیده مثلا دلمون مثلا یک کبابی گرم و یه نون گرمی میخواد، اینا حضرت زود میرن تهیه میکنن که برای افطاره باباش. آقا یه فقیر میرسه، آن میدن به فقیر، آن نمیذارن که حالا دل بگه خوب حالا بعدی مثلا این چندین ماه و یک سال حالا دیگه یه کبابی میخوریم دل از عزادر. آنی که اینا قاعده های عجیبیه برای خودم هم پیش میادم، یعنی آنی که خدا اینجوری دنیا، همونایی که این قاعده رو میشناسند میگن چون که دنیا اینجوری تنظیم شده، آنی که آدم میاد خوش بگذرونه نفسش رو راضی کنه، شرایط راضی نکردن نفس خدا فراهم کرده، چون این دنیا تعادل خاصی داره. این اولیای خدا همینجا میگن نه، باز خدا به خدا لوبه میزنن، باز خرمارا از این نفس پلی کاردش تا استخوان ما رسید، کاردش تا استخوان ما. حالا اینا چی میبینن؟ حالا فکر کردی مثلا حالا اینا این نفسشون کجا برده استشون؟ هیچی، کلی وقتشونه، حالا کلی هم حرف منه، یه مختصر ذهنشون راجع به کباب گرم صرف کرده است. میگه پدر در میاره باز خرم، خدایا کمک کن که من دست این راحت شم. جمله رو من از خودم نمیگم، دوباره دقت کنید، شاید باب بحث باشه. یک سر و مقتهم انفسهم، زیاد نسبت به نفسشون دشمنی میکنن، بد بینن و این اختبتو به ما روزه کن، هرچند ظاهرن وضعشون خوب است. من فکر میکنم اکثرا اینجوری هست، یعنی خودم هم در احوالات بزرگان که نگاه میکنم، خدا کاری نکرده است که بنده های نسبتاً خوبش، حالا معصوم جا خودش، اینا خیلی به زحمت باشند، نه، خودشون گاهی انتخاب می کردند شرایطی رو که از منظر ما میگم چرا به خودش سطمه می زنیم. این کتاب بسیار خوبه، کشف المحجوب حجویری، نمیدونم چقدر باش معنوسیم، چند تا کتاب هست، هر ستاش خوبه، چند تا زبان خاصی داره این کتاب، یکی کشف المحجوب حجویریه، یکی رساله قشیریه است، یکی تذکرت الاولیای عطار است. اینا با این نیت نوشته شدن، من نمیگم مثلا زبان یه زبان خاص، شما گاهی همینا مثلا بشنوید جا میخورید، مثلا حارث محاسبی را زندگی نامش میگه، میگه بیچاره کاری نکرده بود که حوض کرده بود کره اصل بخوره، خب کره اصل خوردن که جرم نیست که تصمیم گرفتیم کره اصل بخوریم، دیدیم خونه فلانی فلانی اونجا که بریم راحت هست، یعنی چرا وضعش خوب بوده که اصرار هم میکرده یه سر به ما بزن، میگه تو را دیدیم یهو گرفتن ما را سیر زدن تو بازار، هر چی گفتی بابا آخه کیه چرا چی تو شده اینا، بعد که خوب کتک ها را خوردی یکی میگه بابا اینا چرا داری، این که نبود، این حارث محاسبی یکی دیگه بود، میگفت همونجا فهمیدم خب کره وصل خوردن این مقدمه را داره نخورده، یه زبان خاصه، یه فرهنگ خاص. حالا اونا میگه دیگه دنبال کنیم چه خبرهایی هست و چه پیچیدگی هایی تو این دنیا هست و اینا، خب اون میفهمه، اون میفهمه که خودش ریزکاری هایی داره برای کار خودش. همینست که وقتی میخواد بمیره بعد دیگه نمیتونسته اصلا وضو بگیره، یعنی اینقدر افتاده بوده از تو رخت خواب که نمیتونسته وضو بگیره، وضوش میدادن، یعنی باید مثلا دستشو تر کنن بکشن به صورت شینا، خب دیگه حالا وضوش دادن، حالا آقا خوابیده اصلا تکوهی دوباره با انگشتش داره اشاره میکنه به بالا، قبول چی میخواد حیاتش، میگه چی میخواد، میگه آقا مستحب است بعد از وضو ریشا را شانه کنی، میگه چرا ریشا ما شانه نمیکنید. حالا این آدم ها با اون دقت در آداب دینی خب بعد به اون وسیرت ها میرسن. اینجا حرف اینه که میشناسن که نفس امارشون چه بلای سرشون میاره، از چه رفتی داره ظاهر، آقا ما کتک خوردیم میخواستیم بریم کرا اصل بخوریم، میگه طوری نیست برو بخور، اما اینام هست
البته حال باز دقت کنید برای هر کسی هم که اینجور خدا، شما دقت کردین بعضیا کلی دزدی میکنن هیچکی نمیفهمه، یه بچه از بالای زمین واسه یه ذره میاد دست کج کنه همه لو میره. خدا که راضی نمیشه که تو ما بعدا میگه آخه این همه اینا بدی میکنن چرا ما یه ذره بدی میکنیم؟ خدا نمیذاره تو به اون راحته بری. اونا که دیگه تا تو بودی آدمی دیو از پیت میدوید و میچشانید از میاد، بعد که خودت شیطون شدی که شیطان هم کمکت میکنه، تو دشمن داری شیطون ها. دیدین خیلی حواستون باید جمع باشه با شیطان. به شما میگه که ببین حالا که تو رسی حالا این نه ورداری حالا بعد پولش رو میدی، طوری که نیست نام که حالا مشکل نیست. آ ببین هیچگی هم نگاه نمیکنه، همه هم حواستشون رو پرت میکنه، پس تو رو قلب شما داره کار میکنه، وردا بعد پولش بده. تو قلب بقیه هم هست که میگه نگاش کنید، این یواشکی نگاش کنید میخواد ورد داره، زیر چشمی نگاش کنید ورد میداره، بعد هم ورد میداری اونا همه رو میبینن لو رفت. اما به آدم بدا، خواه آدم بدا مال خودش هست دیگه، میگه وردار، بقیه هم ذهنشون رو پرت میکنه که نگاش نکنه. بعد چون خدای من یه ذره دست از پا خطا میکنم لو میرم، یارو هر رو بعدی میکنه لو نمیره. آقا بعدا اینکه نمیدین اونجا دشمن تو وسطت داره با تو میجنگه، اما اونجا اون دوستشه. اینا دقت هایی میخوام، اگه مواظب نباشی شیطان از طریق نفست میاد. حالا چه موقعی موفق میشی؟ وقتی که بدونین این دشمن شماست. این یه طرف قضیه، یعنی تو این فراز داره میگم تجزیه و تحلیل باید بکنیم، این کار میبره. منم هنوز بحثا تمام شده نمیدونم، بعد جلسه بعد دلم میخواد رو این یخت وقت بگذاریم انشاءالله. ببین فعلا حرف ما اینه، اهل زهد به یه شعوری میرسن که در جنبندی شخصیت خودشون متوجهن این نفس دشمنشون هست، با یه دشمن هم خانه هم، بنابراین دوست نمیگیرند. اینا رو اینا باید کار بشه، با که یه دشمنی پیش توه با تو. اعدا عدو وکه اعدا عدو وکه نفس و کلتی بین جنبک، اون دشمن دشمن تو پیش خودت هست، خیلی هم پیش خودت هست در حدی که خودت میدونی. حرف ما اینجا این نیست، حرف ما این است که اهل زهد تشخیص دادن این دشمن را و حیله هاشا. قول وقتی تشخیص دادن هر پیشنهادی که میکنه پیشنهاد دشمنانه بهش نگاه کنه، و این خیلی کاری سختیه. یعنی اگه شما اون مراحل سگانه را طی نکنید به این بصیرت عزیزان نمیرسیم. ببینید این بصیرت میخواد که آدم خودش را نخود بدونه و نخودش را خود ندونه. ببینید این نفس میگه من خودم، خیلی عجیبه، میگه آقا مثلا گناه بکن کیف کنی، شما برسی به اینکه چیه کیف کنی، تو چه من کی کجا با همین، خیلی عجیبه. میگه آقا بیا کیف کنیم، یعنی خودش پدر سوخته میگه منم، خب آدم هم میگه انگار منه. خب شما میگه الان دارین به نامحرم نعوذ بالله نگاه میکنی که لذت ببرید. خب حالا که وقت بصیرت اون مراحل طی کرده، ای بابا این که میخواد نگاه کنه این نه من است، ای عجبا من چه منم، این نه من است، این داره قیافه من میگیره، این دشمن من است. در ببست و دشمنن در خانه بود، حیله فرعون از این افسانه بود. فرعون اینجوری گول خورد، فکر کرد خودش این نفسش خودش است و موسی علیه السلام خودش نیست. این یخت کار میبره. حالا اگه از من بپرسید که چطور میشد به این بصیرت رسید و بعدم برنامه ریزی کرد، من میگم دامن امیرالمومنین رو بگیر. خدایا به حقیقت امیرالمومنین استاد بزرگ شهید مطهری را که زندگی را با خون دل برای حاکمیت دین و دیانت شروع کردند،
و با خون سر به پایان رساندند، با امیرالمومنین محشور بگرد و ما را نیز از مسیری که اولیای خدا طی کردن محروم مگردان. صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.